من نرگس هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد فوکال پوینت با شما صحبت کنم. فوکال پوینت نقطه کانونی هستش که شخص در بد و ورود به خونه شما یا محل کار شما نظرش جلب اون نقطه میشه. نقطه‌ای که رنگش فرق داره با بقیه فضا، نقطه‌ای که سبک دیزاینش دکور شدنش فرق داره با بقیه فضا و به طور کلی یه طوری جذابه که طرف دوست داره اصلا اونجا وایسته کنارش عکس بگیره یا مثلا خوشش میاد، یعنی اون نقطه ثبت میشه توی ذهنش و بعدها هر جا که بره در مورد مثلا خونه شما خواسته باشه صحبت کنه با کسی، در اون فوکال پوینت رو داره توضیح میده. مثلا میگه یه گوشه بود، یه رنگ دیوارش یه رنگ خاصی بود فرق داشت، یا یه مبلی بود که کوسنای خیلی رنگی خاصی روش داشت، یا یه فرشی بود که خیلی رنگش متفاوت بود با بقیه فضا و الی آخر. حالا ما میتونیم این فوکال پوینت رو در محیط خونه 1-2 یا حداکثر 3 نقطه ایجاد کنیم در محیطمون و خیلی شلوغش نکنیم، اما توی مثلا محیط کارمون میتونیم تعداد فوکال پوینت های بیشتری رو ایجاد کنیم، چون شخص در محیط کار خیلی زمان طولانی رو نمیمونه، ولی در محیط خب مسکونی چون ساعت‌های طولانی تری رو در خونه هستش، برابر این فوکال پوینت ها تعداد کمتری باشن که خیلی ذهن رو شلوغ نکنن. اما خب بعضی ها هم دوست دارن که اکثر دیواراشون یا اکثر فضاشون همینطوری نقاط شاخص و خیلی جلب توجه کننده باشه و این فضا رو دوست دارن. خب این هم یک چیز سلیقه‌ای هستش، ولی خب حالا حالت کلی همینی بود که گفتم، یعنی نقاط کانونی در منزل تعداد کم و محدودتری و در محیط کار میشه حالا تعداد بیشتر باشه. خب نقاط کانونی وقتی که ما بیایم روی دیوار اون رو پیاده کنیم، مثلا یه دیوار رو خیلی خاصش کنیم، دیگه بهش میگیم اکسنت وال و میتونید حالا همینطور که در تصاویر دارید میبینید به عناوین مختلف با طرح‌ها و با کارهای مختلف با ایده‌های مختلف میتونیم یک دیوار رو خاص کنیم توی خونه. حتما هم لازم نیستش که بیایم خیلی طرح‌های عجیب غریبی بزنیم یا خیلی هزینه کنیم، با زدن چند تا تابلوی خیلی خاص و با رنگ‌های متفاوت از دکور خونه میتونیم این رو ایجاد کنیم، یا با ایجاد یک نقاشی خاصی روی دیوار میتونیم اینو ایجادش کنیم و خیلی هم میشه اون نقطه زیبا بشه، مثل همین چیزی که الان داریم در تصویر میبینیم. این گوشه یک نقطه کانونی هستش توی این خونه و حتی این نقطه کانونی میتونه جاهای مختلفی باشه، مثلا در بد و ورود توی ورودی یا همون اینترنس خونه باشه، یا مثلا در انتهای یک راه روی حتی میتونه این قرار بگیره این نقطه کانونی، مثل این تصویری که الان داریم میبینیم. و به هر حال ما میتونیم با سلیقه خودمون و با چیدمان‌های خوبی که توی فضا میدیم میتونیم یک یا چند گوشه از خونه رو به یک نقطه کانونی یا همون فوکال پوینت تبدیل بکنیم، یا اگر روی دیواری هست میتونیم اکسنت وال ایجاد کنیم. خیلی ها در خیلی از خونه ها دیوار تلویزیون اکسنت وال هستش، یا حالا مثلا توی این تصویری که داریم میبینید، این آشپزخونه، این هود و این جزیره‌ای که دارید میبینید اکسنت وال هستش، و همینطور در تصویر بعدی این ترکیب رنگ و این کنتراست زیبایی که توی این فضا فوکال پوینت این آپارتمان زیبا هستش. در صورت امیدوارم از این بعد اگر جایی توی خونه کسی یا توی هر جایی دیدین یه نقطه خیلی خاصه و خیلی نظرتون رو جذب کرد، یاد فوکال پوینت و این ویدیو بیافتین. مرسی که همراه هم بودین.